اما امروز یکشنبه 12 می 23 اردیبهشت گروهی از فعالان سیاسی و هنرمندان در اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام در ایران و در حمایت از توماج صالحی رپر زندانی تجمع کردند. این تجمع در جایی در شمال غربی لندن که معمولاً به خاطر هنر و موسیقی شناخته میشه برگزار میشه. به لندن میریم با لیلی نیکفر همراه میشیم. لیلی از این تجمع برامون بگو. چرا به موسیقی شناخته میشه؟ اول اینو بگم که یکی از معروف‌ترین خط‌کشی‌های عابر پیاده جهان اینجاست، چرا که این عابر پیاده معروفی است که گروه بیتلز در حالی که از روش رد می‌شدن عکس معروفشون زبرا کراسینگ رو اینجا دارن، چون استدیوی گروه بیتلز اینجاست، استدیوی ابی رود، برای همین برای حمایت از توماج که اون هم یک خواننده است اینجا در جایی که استدیوی گروه بیتلز که یکی از تاثیرگذارترین گروه‌های موسیقی دوران خودشون بودن، حتی خیلی ها میگن تمام دوران ها، برای همین برای تجمع ضد اعدام و حمایت از توماج صالحی اینجا برگزار کردن این تجمع رو. اما من بلا فاصله میخوام برم سراغ یکی از برگزار کننده ها، خانم پریناز پرتو. خودش توضیح بده که چی شد که اینجا رو انتخاب کردید و هدفتون از تجمع امروز چی بوده؟ امروز اینجا تجمع کردیم برای کارزار علیه اعدام هستش. از هنرمندان بریتانیایی و انگلیسی زبان خواستیم که کنار ما فعالین سیاسی بیان در خیابون‌های لندن و صدای مردم ایران باشن، صدای بچه‌هامون، صدای فرزندان، صدای رفقای ما باشن که تنها گناهشون اینه که میرن کف خیابون و آزادی رو فریاد میکنن و به خاطر این آزادی حتی حاضرن بهاش رو بپردازن. و میبینیم که متاسفانه با ناعادلانه‌ترین احکام توی زندان‌ها قرون وسطای جمهوری اسلامی هستن. ما امروز آقای دیوید لی رو داشتیم از انگلستان، خانم دکتر جنیفر لانگر رو داشتیم که بنیانگذار کانون نویسندگان در تبعید هستش، زیبا کرباسی یکی از هنرمندان تبعیدی رو داشتیم، حسن آنارکو که با رپ‌های اعتراضیش در دفاع از توماج و توماج‌ها تمامی زندانیان سیاسی اینجا حضور پیدا کردن. اینجا رو انتخاب کردیم به خاطر استدیوی بیتل‌ها، یک محل آیکونیک هستش. بیتل‌ها در دهه و در زمان خودشون خوانندگان معترض بودن، خوانندگانی که به سیستم اعتراض کردند، ترانه های رولوشنری انقلاب رو داشتن، ترانه هایی مثل نب جنگ رو خوندن، محبوب بودن اما کنار مردم بودن. پس ما در اینجا هستیم که توماج فرزند ماست، برادر منه و میتونه پسرخاله، پسرعموی هزاران هزاران ایرانی در سراسر دنیا باشه. اینجا هستیم به صورت آیکونیک و دیدید که از خان عمومی، توریستایی که اومدن برای بازدید، اومدن نگاه میکردن، تیشرت توماج رو گرفتن و کار متفاوتی بود امروز با کارهایی که در 45 سال اخیر شده هنرمندای بریتانیایی کف خیابون با فعالین سیاسی. مرسی. خانم پریناز پرتو بودن. همونطور که خانم پرتو هم اشاره کردن امروز اینجا کسایی که می اومدن از این زبرا کراسینگ یا خط عابر پیاده رد بشن واسه عکس گرفتن، اولین چیزی که توجهشون جلب میشد عکس های زندانیان در ایران، عکس قربانیان اعتراضات اخیر، عکس توماج صالحی و شعارها به زبان انگلیسی بود و خب اینجا سخنرانی هایی که انجام میشد سعی بر این بود که اذهان عمومی مطلع بشن نسبت به آنچه که در ایران میگذره و این احکام اعدام. مرسی نیلی. لیلی نیکفر خبرنگار مستقل از لندن.